در این برنامه خانم فریبا داودی مهاجر از فعالان حقوق زنان در خدمتتون هستیم. خانم فریبا داودی مهاجر، درود بر شما. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بیننده های شما، امیدوارم خوب سلامت و همیشه هم شاد باشی، چون شادی خیلی مهمه. واقعا خیلی خوشحالم از اینکه شما رو در این برنامه دارم و نمیتونم شعف خودم رو از اینکه این سعادت رو دارم تا این گفتگوی چند دقیقه‌ای رو با شما اداره کنم پنهان کنم. ولی بگذارید در پس همین شادی که شما ازش یاد کردید، لحظاتی به متن قانون اساسی کشورمون و قوانین جاری در جامعه سر بزنیم. آیا قوانینی که در جامعه ما در قالب قانون اساسی و یا قوانینی که بر اساس قانون اساسی در مجالس مختلف تصویب شده حامی حقوق زنان در ایران هست امروز؟ ببینید، اصولا قانون اساسی ایران و قوانین دیگه‌ای که از دل قانون اساسی ایران به عنوان قانون مادر بیرون کشیده میشه، قوانین تبعیض‌آمیزیه و خیلی هم ساده تبعیض درش به چشم می‌خوره. یعنی شما اگر ماده 19، 20 و 21 قانون اساسی رو ببینیم که توش به مسئله زنان و مردان اشاره شده و حالا علی ظاهر که شما نگاش می‌کنین یه کمی اگه دقیق نباشید می‌بینید که مثلا میگه زنان هم پای مردان، زنان هم دوش مردان، ولی طوری یک قیدی رو با در تمام این قوانین مشاهده می‌کنین و اون قید این هستش که به شرط اینکه موافق شرع اسلام باشه یا در چارچوب قوانین اسلام باشه. ببینید، قانون اساسی باید فاقد ایهام باشه. نه قانون اساسی ما، قانون اساسی همه کشورهای دنیا باید فاقد ایهام باشه، چون قانون مادره و بقیه قوانین از دل قانون اساسی میاد بیرون. هر وقت شما در قانون اساسی ایهام دیدید، بدونید که اونجا یه چیزی اشتباه هستش و میخوان یه چیزی رو در واقع نامربوط به خورد مردم بدن. به همین دلیله که وقتی شما در واقع این شرط رو میبینید که قید اسلام و قید شرع یا هر قید دیگه ای، در واقع میخوان به وسیله اون قید یه کارایی رو بکنن که از توش همون نابرابری و تبعیض و همه اینها میاد بیرون. ببینید، به اندازه تک تک مسلمانای روی زمین و نه به اندازه تک تک علما و به اندازه آثاری که از عصر اسلام گذشته و فقها آمدن و رفتن، سلیقه و عقیده و در واقع برداشت از اسلام وجود داشته و به خصوص در مورد زن این برداشت خیلی متفاوت تر بوده. یعنی شما از روحانی و یا عالمی میبینید که مثلا میگه ستر در حتی نماز واجب نیست، مثل ابن جنید، تا کسایی که میاید میبینید که اصلا قائل به پوشیه هستن در بعضی از کشورهای اسلامی، تا اسلام سلفی و وهابی و همه مدلش رو شما میبینید. بنابراین شما وقتی قید اسلام رو میذارید، میخواید یه چیزی رو در بقیه قوانین پنهان بکنین و یا به هر حال روش مانور بدین و از توش چیزای دیگه ای رو بیرون بیارین. چنانچه این اتفاق میفته. یعنی شما حالا بگذاریم از اصل 4 قانون اساسی که میاد میگه همه قوانین باید در واقع در چارچوب قانون اسلام باشه، در اصل دیگه ای میاد میبینین حق ریاست جمهوری از زنان گرفته شده و اینها، همه اینا رو که بذارید کنار، وقتی میرسید به قوانین دیگه مثل قوانین مجازات اسلامی، مثل قوانین مدنی، مثل قوانین خانواده و یا قوانین مربوط به این، همه جا میبینید که این نابرابری وجود داره به دلیل اینکه باید مطابق شرع اسلام باشه و شرع اسلام هم خب تفسیر موجودیه که علما، بعضی از علما بر اساس بعضی سلیقه هایی که حالا الان حاکمه روش دارن. خیلی شما اینجا نکته مهمی اشاره کردید، سلیقه هایی که الان حاکمه. البته من قصد ندارم به گذشته برگردم، چون اعتقاد دارم بازگشت به گذشته ما رو از رفتن به سمت جلو در واقع باز می‌داره و ما نباید همیشه گذشته خودمون رو مرور کنیم. اما همین اسلام، همین دین، همین مذهب 37 سال پیش از این در ایران هم بود. مادر من، مادر شما، خیلی از زنان ایرانی در انتخاب پوشششون آزاد بودن. خانم شیرین عبادی در ایران بر مسند قضا نشسته بود، نمایندگان مجلس قوانین حمایت از لایحه حمایت خانواده رو تصویب کرده بودند، قانون تک همسری در ایران اجرا میشد و زنان از حقوق تقریبا بیشتری نسبت به امروز و شاید به عبارتی میشه گفت برجسته ترین زمان برخوردار بودند. مردم هم مسلمان بودند. خانم داودی مهاجر، آیا فکر نمی کنید که این تفسیره یا این سلیقه یا حاکم است که ایراد داره، نه خود دین؟ این چگونه است؟ اینو من یه مقداری باهاش
چیز دارم، از درکش عاجزم در حقیقت. ببینید ما الان نمیدونم چقدر میخوایم درباره قوانین یعنی درون دینی بحث بکنیم یا برون دینی بحث بکنیم، ولی به هر حال باید این رو اذعان بکنیم بهش که هر جایی که دین و زندگی یکی میشه به عنوان اینکه دین وارد قانون میشه مشکل ایجاد خواهد شد، به خاطر اینکه شما موظفید مثلا حالا یه کشورهای میگن که اصلا برگردیم به سلف اولیه پیامبر، حتی به نوع اندیشه دینی هم معتقد نیستن. بنابراین شما به محض که دین رو با حکومت یکی میکنید، دین رو وارد قوانین میکنید، مجبور هستید که به هر حال یه سری قوانینی رو بذارید که ممکن 1600 سال پیش بوده، 1200 سال پیش بوده، تو همین علامه هلی اومده گفته و خیلی از مسائل دیگه ای که میتونید بهش تکیه بکنید، و اونجاست که سلیقه ها هم مطرح میشه، یعنی برداشت های مختلفی که از اسلام مطرحه. ولی این که میفرمایید در گذشته اسلام و حکومت دو رکن جدا از هم بودن، و هر جایی که شما فشار علما رو میبینید حتی در دوره قبل از انقلاب هم یک عقب نشینی های وجود داشته، چنانچه خانم مهرانگیز منوچهریان مجبور به استعفا شدن از مجلس سنا به خاطر دفاع از حقوق زنان، به دلیل اینکه خب به هر حال علما کوتاه نمی اومدن سر مسئله چند همسری، یا یک زمانی سر مسئله رأی دادن که البته بعدن رأی دادن با فعالیت بسیار زنان و نهادسازی های از بالا، چون من خودم خیلی معتقد به نهادسازی از بالا هستم و خیلی معتقدم که نابرابری ها ریشش در قوانینه و قوانین موجود به هر حال هر چقدر هم که ما از پایین فشار بیاریم پروسه طولانی تری رو با خودش به همراه داره، و خواست حکومت و خواست دولت ها و در واقع حاکمان و نگاه حاکمان به مسئله برابری جنسیتی خیلی موجب میشه که به هر حال قوانین موجود تغییر بکنه. به همین دلیلی که شما بیشترین فعالیت رو، یکی از دورانهایی که به هر حال فعالیت زنان ولو از بالا وجود داشته، در پیش از انقلاب میبینید که کنفرانس های متعددی برگزار میشه، خانم ها فعالیت های زیادی میکردن برای اینکه بتونن همون قوانین تبعیض‌آمیز رو که اتفاقا یکیش همون قوانین مربوط به چند همسریه بتونن محدودش بکنن. متاسفانه قانون چند همسری، حالا البته بعد از انقلاب دیگه زندان رو از روش برداشتن، ولی در قبل از انقلاب هم این قانون وجود داشت، ولی اگر رضایت همسر زن وجود نداشت و حالا عدالت و اینها، مرد به زندان میافتاد و باید جریمه میداد. بعد از انقلاب اون جریمه و زندان رو هم از روش برداشتن. یعنی میخوام بهتون بگم که به هر حال این مجادله بین حتی یا به هر حال لابی بین اسلام و بین حاکمان و بین قدرتمندان همیشه وجود داشته و از قدیم در به هر حال در ایران بوده، شما از قانه مشروطه تا به حال اون رو شاهد هستیم. ولی من میخوام که مقایسه نکنیم، به خاطر اینکه اصلا به لحاظ زمانی، به لحاظ مطالبات، به لحاظ همه چیز تفاوت کرده، و من فکر میکنم که البته مقایسه تطبیقی میتونه مفید باشه، ولی بهتر که به حال بپردازیم و فکر میکنیم که حال باید چطور با این قانون برخورد بکنیم. سرکار خانم، خود شما به عنوان یک بانوی ایرانی هم در ایران زندگی کردید، هم در این سوی دنیا در ایالات متحده آمریکا، خود شما روزگاری مجبور به حفظ حجاب بودید و حتی زمانی برای به اختیار هم حجاب رو نگه داشتید. نکته من اینجاست که به عنوان یک زن ایرانی پیامدهای این قوانین تبعیض آمیز رو در زندگی خصوصی و اجتماعی خودتون چگونه ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید تا چند اندازه این قوانین در زندگی شما و زندگی زنان دیگر ایرانی تاثیر داره و چه امتیازاتی از شما میگیره؟ ببین من حجاب رو خودم انتخاب کرده بودم و خودم هم برداشتم. حالا یه روزی میشینیم سر این که چرا انتخاب کرده بودم و چرا برداشتم صحبت میکنیم که بحث امروز ما نیست. ولی ببینید نابرابری بین زن و مرد در قوانین از خونه شروع میشه تا مدرسه ادامه داره، تا محیط کار ادامه داره، تا همه جا ادامه، تا دانشگاه ادامه داره، تا اینکه شما بخواید رئیس جمهور بشید یا نشید ادامه داره، و کلن توزیع نابرابر قدرته. درست. یعنی نابرابری بین زن و مرد نابرابری در دستیابی به فرصت‌های برابره، من و یک مرد دیگه، یا من مثلا به عنوان مثلا مسلمان و یکی دیگه به عنوان بهایی، من به عنوان مثلا شیعه و یکی دیگه به عنوان سنی، ماها دارای حقوق برابر برای دستیابی به فرصت‌ها نیستیم. چرا نباید باشیم؟
چرا من نباید مثل یک مرد به هر حال مثلا شهادت وقتی میخوام بدم در دادگاه بگن برو دو تا زن بیان؟ این یعنی که تو درجه دوم هستی و یک کسی دیگه درجه اول هست و از همون درجه بندی کردنها و خودی و غیر خودی کردنها، دیگری ها و خودی هاست که شما یه دفعه میبینید یک جامعه کلن مناسبات نابرابر پیدا میکنه و به تبعش آسیب های اجتماعی به وجود میاد. به طور مثال میخوام بگم شما مسئله خشونت خانگی رو ببینید، یا مسئله خشونت علیه زنان رو ببینید، مسئله خشونت علیه کودکان رو ببینید، همش از قانون نشأت گرفته. یعنی اون قانونی که میگه که پدر میتونه خشونت در واقع حتی فرزند خودش رو بکشه و به دلیل اینکه مالک خون فرزند هست از در واقع مجازات نمیشه، البته مجازاتش جریمه نقدی و حالا 3 سال زندانه، ولی مجازات واقعی نمیشه. به همین دلیلی که شما شاهد قتلای ناموسی هستید، شما یه دفعه شاهد خشونت گسترده علیه کودکان و علیه زنان هستید، شما به دلیل اینکه قوانینی رو ندارید که برابر باشه، شما شاهد خشونت علیه معلولین یا سالمندان هستید. یعنی میخوام این رو خدمتتون بگم که وقتی خشونت ایجاد میشه، خودتون جامعه شناس هستین و میدونید که تبعات خشونت بر جامعه چه آسیب‌هایی رو بر جامعه وارد میکنه و شما دیگه یک جامعه‌ای که بتونه در واقع مولد باشه، جامعه‌ای که تولید بکنه، جامعه‌ای که در واقع با نشاط اجتماعی، جامعه‌ای که درش اعتماد وجود داشته باشه، تأثیر وجود داشته باشه، سرمایه اجتماعی تولید بکنه و آحاد مردم به وسیله اون سرمایه اجتماعی بتونن که در کنار هم ملت دولت، یعنی یک در واقع ملت سازی بکنن و یک اهدافی رو که حالا تعریف شده جلو ببرن و منافع ملی کشور خودشون رو حفظ بکنن. وقتی نتونن، منافع ملی کشور هم از بین میره، مثل همین الان که شما میبینید که منافع ملی کشور کمترین چیزیه که دولت مردان ما بهش اهمیت میدن. به همین دلیله که من معتقدم وقتی که برابری حتی بین زن و مرد وجود داشته باشه، حضور زنان در قدرت در واقع دارای اهمیت میشه و اینکه به زنان این فضا داده میشه که به سمت قدرت و پذیرش قدرت در مدیریت‌های میانی و ارشد برن و توانایی تغییر داشته باشن، نظر بدن درباره سیاست، درباره اقتصاد، درباره تاریخ، نه فقط درباره زنان. درسته. و خب به هر حال این تبعاتیه که در اثر قوانین نابرابر به وجود میاد و البته خب میشه بحث فرهنگیش رو هم بکنیم، ولی من از جمله افرادی هم که معتقد هستم تا قوانین برابر وجود نداشته باشه ما نمیتونیم به دستاوردهای مناسبی دست پیدا کنیم. خانم داوودی، اشاره شما به قوانین برابر من رو میبره به قوه مقننه، جایی که قرار این قوانین در اون حداقل طراحی و تصویب بشه، مجلس و جایی که امروزه به نام مجلس شورای اسلامی میشناسیم، بهارستان و پیش از اون خیابان سپه و مجلس سنای قدیم. در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی شاهد حضور نمایندگان زن بوده، زنانی که برخی از اونها حتی پیشگام نوشتن قانون اصلاح خانواده بودند، همین قانون طرح حمایت خانواده که اجازه داشتن چند همسر همزمان رو هم اونها طرح اولیه‌اش رو به مجلس بردن، در مجلسی که رو به پایانه و در حال انتخاب نمایندگان جدید برای اون هستیم. این رو چگونه میبینید؟ حتی شنیدم که برخی از کنشگران فعالیت جنبش زنان در ایران هم گفته بودند که زنان حکومتی رو جلوشون رو بگیرید، وای از اونها که حقوق زنان رو بیشتر زیر سوال میبرند. آیا واقعا حضور زنان در انتخابات، در مجلس، در برخی پست‌ها، حتی در حد معاون رئیس جمهور در سالهای گذشته تأثیری بر روند فعالیت زنان یا بهبود وضعیت زنان و قوانین تبعیض‌آمیز یا تغییر اونها بر علیه زنان داشته یا نه؟ ببینید، یه موقعی هست که ما میگیم کار درست و اساسی چیه؟ یه موقع هست که وقتی کار درست و اساسی صورت نمیگیره میگیم حالا چاره چیه؟ حالا باید چه کرد؟ به هر حال من خودم ایران بودم، خود ما کمپین 1 میلیون امضا، به هر حال ما میدونستیم که وقتی که صحبت از قوانین برابر میکنیم و اینکه 1 میلیون امضا جمع بکنیم ببریم مجلس، به جایی نخواهیم رسید. حتی اگر مجلس هم تصویب بکنه، شورای نگهبان تصویب نخواهد کرد. ولی اون چیزی که جنبش زنان بهش در فعالیت‌ها توجه می‌کنه
نتیجه هایی که اعلام میکنه نیست. مثلا اینکه حالا ما میخوایم 30% نماینده داشته باشیم توی مجلس، برای اینکه به خوبی میدونه که این امکان نخواهد، این اتفاق نمیفته، یا به خوبی میدونه که اگر من تظاهرات های مقابل استادیوم خودم بودم، میدونستم که خب رفتن اونجا و حالا کتک خوردن و همه چی بازداشت و اینا منجر به این نخواهد شد که در استادیوم روی ما باز بشه یا درهای بسته به ما باز بشه، چون مسئله استادیوم نیست، مسئله درهای بسته است. ولی مسئله‌ای که باعث میشه که یه جنبش اجتماعی مثل جنبش زنان مرتب دنبال راهکارهایی باشه که پویش اجتماعی خودش رو ادامه بده و زنده نگه داره، نه به این دلیل که همونطور که گفتم میدونه که چه اتفاقی خواهد افتاد یا نخواهد افتاد، به این دلیل که میخواد در واقع پروسه‌ای که جنبش زنان درش وجود داره رو در واقع اون رو زنده نگه داره، اون رو فعال نگه داره، اون ارتباطات و مشارکت اجتماعی که به واسطه یک برنامه یا یک حالا کمپین به وجود میاد اون رو زنده نگه داره. و یعنی برای ما مثل روز روشن بود که با هیچ وقت مجلس شورای اسلامی ولو حتی مجلس ششم هم قادر نخواهد بود که اون مطالبات زنان رو یا حتی بقیه مطالبات رو برآورده بکنه، ولی اون پروسه‌ای که ما درش در واقع با مردم ارتباط می‌گرفتیم، توی خیابون می‌اومدیم، مطالباتمون رو در عرصه عمومی مطرح می‌کردیم، یا به از آرایشگاه تا مسجد، از مسجد تا مدرسه، از مدرسه تا دم تک تک خونه‌ها می‌رفتیم و درباره قوانین برابر صحبت می‌کردیم و همونطور که گفتم مسئله ارتقاء مشارکت مردم و تمرینی برای جامعه مدنی خب تنها چاره ما بود. یه جور همونطور که حالا وام میگیرم این رو از بعضی از دوستان، محاصره مدنی کردن به وسیله در واقع گسلهای اجتماعی که وجود داره، یک محاصره مدنی ایجاد بشه تا لااقل بتونیم کم کم تغییراتی رو ایجاد بکنیم، به خاطر اینکه به هر حال شما میبینید بسیار مسدوده و قفل شده به دلایل مختلفی فعالیت در ایران که حالا دلایل مختلفی داره که میشه در جلسه های دیگه درباره اینکه چرا سیاست ورزی در ایران قفل شده صحبت بکنیم. ولی جنبش زنان ایران نه به دلیل اینکه میدونن که اتمنان حالا مجلس میرن یا نمیدونن یا اعتقاد دارن یا اعتقاد ندارن، بلکه به دلیل اون پروسه‌ای که ایجاد میشه و مشارکتی که در اون پروسه و فرصت‌های ایجاد شده. بله خب کمپین های مختلفی رو تعریف میکنن، از جمله کمپین ضد سنگسار، کمپین ورود به ورزشگاه، کمپین 1,000,000 امضا و بقیه چیزها که خب به هر حال زنده بودن جنبش اجتماعی خودشون رو حفظ بکنن و البته تاثیر بذارن روی بقیه جنبش های اجتماعی. ممنونم خانم داودی مهاجر. ما خیلی فرصت بسیار کوتاهی داریم که از محضر شما همچنان بهره مند باشیم، شاید کمتر از 30 ثانیه. یک سوال معین و مشخص، قوانین امروز خصوصا قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا اجازه برابری و مساوات جنسی در جامعه ایران رو میده یا نه؟ خیر، به هیچ وجه نمیده. به هیچ وجه نمیده. و اگر کسی میگه که ظرفیتی وجود داره برای اینکه این قانون اساسی جوابگو باشه، در واقع داره به خودش دروغ میگه و به جامعه دروغ میگه و داره همونطور که گفتم یه چیزی رو پنهان میکنه و اون اینه که قانون اساسی ایران نابرابره و تمام حتی راههایی که بشه در این قانون اساسی تغییر ایجاد کرد رو هم بسته. بنابراین من فکر میکنم که ما باید تکلیف خودمون رو با قانون اساسی مشخص بکنیم. من این حرف رو نه در اینجا در ایران زدم، این نتیجه بوده که خود من در این بهش رسیدم، یعنی در واقع در پروسه تغییرات خودم با خودم بوده که آیا این قانون اساسی رو باید توجیه کرد، آیا باید فکر کرد که ظرفیت داره، آیا باید فکر کنیم که میتونیم تغییری. نه، واقعیت اینه که باید تکلیف خودمون رو با قانون اساسی مشخص بکنیم، بدونیم در کجا قرار داریم، بدونیم که این قانون اساسی تغییر نمیکنه. اونجاست که اون وقت میتونیم استراتژی دیگه انتخاب بکنیم و بر اساسش برنامه عمل بریزیم. وقتی که ما هنوز فکر میکنیم به هر دلیلی این قانون اساسی ظرفیت داره، بنابراین هیچ استراتژی دیگه از اپوزیسیون بیرون نمیاد و هیچ برنامه عمل دیگه بیرون نمیاد. یعنی من میتونستم اینجا با شما از یک منظر دیگه گفتگو بکنم که خب حالا ما چطوری میتونیم به هر حال برای جنبش زنان یا برای کل برابری در جامعه به شکل دیگه برنامه ریزی بکنیم که کار از در واقع اساس درست بشه و ما همینجور دور خودمون
نچرخیم و روز به روز هم وضعیتمون همونطور که می‌بینید داره بدتر و بدتر میشه و مطالبات سطحش پایین و پایین تر میاد. ممنونم فریبا داوودی مهاجر، فعال حقوق زنان، از اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر برای برابری و روزنامه‌نگار شناخته شده ایرانی که در واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا همراه ما بودید، به این امید که خیلی زود و در مجموعه برنامه‌های رسانه افق ایران به دفعات شاهد حضور شما باشیم و من بهره‌مند از همصحبتی با شما که به سان کلاس درس آموزنده است. پاینده باشید. سپاسگزارم.